خب استاد بزرگوار، سوال دیگه این قسم است که یک از دوستان شهر کابل سوال کردن که اگر پول زکات به خاطر فیس درس و تحصیل یک متعلم یا محصل که واقعا ضرورت داره داده شود درست است و زکات شخص میشه یا خیر؟ خب از دید شریعت اسلامی بله، در یک کلمه بله. بله. سید نباشه، آها، این دکتری میخونه، ریاضی میخونه، انگلیسی میخونه، ساینس کامپیوتر میخونه، بله. حقوق میخونه، فقه قضایی میخونه، جزا و جرم شناسی میخونه، مدیریت دولتی میخونه، مدرسه میخونه، حفظ میکنه. بله. متوجه شدی؟ بله بله بله. در کورس افسری اردو و پلیس میخونه، شرعا این درست است، هیچ مشکلی نیست. ولی یک خواهش ما است که بهترین سوال است. بله. یک خواهش ما از همین سرمایه‌دارا این است. بسیار خوب. بسیار بچه‌ای با استعدادی که از اطراف و اکناف می‌آیند. یقیناً. بیچاره خوب استعدادی سرشار. یقیناً. خوب استعدادی عالی، استعداد نبوغ مانند آنها دارند. متاسفانه با نداشتن یک مقدار پولی، مالی. امکانات مالی که در کورس‌های خوب پیش رفته، ما خیلی کورس‌های خوب و عالی هم داریم. بپردازن اینها، بیچاره امیت میمانند. در کورس‌هایی که اونها هدفشون یک تجارت است، چیزی دیگری نیست. با او جرم اینها رسیدگی نمیتونن. این استعدادهای سرشار و نبوغمانن همه از این سرمایه معنوی ملت از دست میروه. این تاجرای ما به همین دانشگاه هایی که سرشان اعتماد دارند، به همین پوهنتون ها، به همین مدارس دینی که اینها دارند در کشورشان، به همین دارالحفاظ ها، به همین دارالیتام ها اینها رجوع بکنند، براون از اینکه با یک چرسی و با یک پودری زکات بدن. او رفته در فیلم های مبتذل و سریال های مبتذل و در چرس و پودر و هیروین و افیون ایرا مصرف بکنند که بدانه این چرسی است، زکات چم ادا نمی شود. این یک سرمایه است که این شخص دو فایده میکنه، دو ثواب میگیره، فرض از گردنش ساقط می شود و به کشورش بسیار یک همکاری بزرگ، یک عهد تجدید، یک عهد وفا با یک کشوری عزیزی که خیلی عقب مانده است با این بسته است. بلی ادا می شود.